همکارم نیلوفر رستمی از استودیوی دیگه ما با ما همراه شده. نیلوفر، میدونم که این خبر رو با جزئیاتش دنبال کردی، چه بیشتر میدونیم در مورد این گزارش؟ گلاره، هم میهن در گزارش مفصل و در واقع با جزئیاتش اول از بیماری سرماخوردگی شروع میکنه، میگه که در نظر بگید اگر یک ایرانی الان دچار سرماخوردگی بشه حداقل 500,000 تومان مخارجش میشه برای درمان. خیلی با جزئیات اومده حساب کرده، گفته که هزینه رفت و برگشت، ویزیت دکتر، خرید دارو و همینطور تزریقات و داروهای تقویتی منجر میشه که 500,000 تومان فرد هزینه بکنه. یعنی در واقع تصور بکنید که بر اساس بودجه‌ای که در نظر گرفته شده در سال 1402 حقوق پایه کارگر حدود تقریبا 6,500,000 تومان هستش. یعنی با یک سرماخوردگی ساده سرزده در یک ماه یک فرد میتونه وضعیت اقتصادیش جابجا بشه و خب به این ترتیب خیلی ها شاید حتی نخوان که معالج بشن و یک سرماخوردگی ساده مقدمه‌ای باشه برای بیماری‌های جدی‌تر. اما خبرنگارای هم‌میهن در این گزارش گفتن که طی تحقیقاتشون درمان بیماری‌هایی مثل بیماری‌های زنان، بیماری‌های اعصاب، مسمومیت و خیلی از بیماری‌های دیگه در این شرایط و حتی شرایط بدتر هستش. گفته شده که خب حالا خیلی از بیمارها بیمه دارن و مراکز دولتی، درمانگاه‌های دولتی ارزان‌تر حساب می‌کنن، اما به دلیل اینکه بسیار شلوغ هستن این درمانگاه و مراکز دولتی، یا اینکه باید ساعت ها اونجا بشینن یا چند روز بعد وقت داده بشه، یا اینکه داروهایی که تجویز میکنن داروهای محدودی هستش، خیلی ها ترجیح میدن که اصلا اونجاها مراجعه نکنن. یک نکته دیگه‌ای که هست، این خبرنگاری هم‌میهن اومدن با چند نفر که دچار بیماری هستن صحبت کردن. یکیشون زن 50 ساله‌ای هستش که در بندرعباس زندگی میکنه و مبتلا به آب مروارید شده. گفته که باید میومده تهران، هزینه سفرش رو به تهران باید حساب میکرده و همینطور هزینه درمان برای هر چشم 1,300,000 تومان هستش و گفته که خب همسرش فوت کرده و مستعمری بگیر هستش و در واقع حساب کنید که اگر که چیزی بیش از 6 میلیون میگرفته، نصف اون در واقع خرج درمان آب مروارید چشمش شده، که گفته که اگر که واقعا وضعیتم وخیم نبودش من شاید حالا به فکر درمان نمی افتادم. و موارد دیگه از این دست بسیار زیاد گزارش هستش که میدونم در این گزارش. بله میدونم نیلوفر، گزارش مفصلی هست و بسیار دردناک است بعضی از این خبرها. خیلی ممنونم که ما را همراهی کردی با جزئیات این خبر.